با نام خدا سلام، وقتتان بخیر. به بسته خبری ساعت 10 طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. تشییع جنازه اسماعیل هنیه در پایتخت ایران. رهبر مذهبی ایران بر پیکر اسماعیل هنیه نماز جنازه ادا کرد، اما مراسم خاکسپاری وی در پایتخت قطر برگزار خواهد شد. قاسب صهیونیستی بداند بهای گزافی برای شبیخون بزدلانه به حریم امن جمهوری اسلامی خواهد پرداخت. انتقاد از عدم بررسمیت شناسی امارت اسلامی. برخی از آگاهان سیاسی علت بررسمیت نشناختن حکومت سرپرست را تمکین نکردن آن به خواستای جامعه جهانی می دانند. بایی که ما صلاحیتی را داریم و شرایطی را داریم که باید برسمیت شناخته شویم، خب برسمیت شناخته نشدیم که با اهداف سیاسی قدرت های خاصی مانی ایرمان میشه. واکنش امارت اسلامی به گزارش پسین یونما. حکومت سرپرست یافته های گزارش یونما درباره اوضاع بشری در افغانستان را رد میکند و آن را به حرمتی به قوانین اسلامی میپندارد. د یونما د راپور په یوه برخه کې د شرعي احکامو پلي کول د بشري حقوقو نقض بلل سوی، چې دا په ښکاره د اسلامي سپېڅلو احکامو بې احترامي ده او په دې سره د مسلمانانو احساسات ژوبلېږي. و جان باختن 45 فلسطینی در حمله های تازه اسرائیل بر نوار غزه. من حامد بهرام تا نیم ساعت در طلوع و یک ساعت دیگر در طلوع نیوز میزبان شما هستم. مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران برگزار شد. رهبر مذهبی ایران بر پیکر اسماعیل هنیه نماز جنازه ادا کرد، اما مراسم خاکسپاری هنیه در پایتخت قطر برگزار خواهد شد. از سوی هم معاون سیاسی ریاست وزرا نیز از بهر شرکت در مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه از تهران به دوحه پایتخت قطر رفت. جریان مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه در ایران. مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس امروز پنجشنبه در تهران برگزار شد. رهبر مذهبی ایران نیز بر پیکر اسماعیل هنیه نماز جنازه ادا کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این مراسم اسرائیل و آمریکا را عامل این حمله می‌داند و می‌افزاید که اسرائیل بهای کارش را در زمان و مکان مناسب خواهد پرداخت. قاسب صهیونیستی بداند بهای گزافی برای شبیخون بزدلانه به حریم امن جمهوری اسلامی خواهد پرداخت. در سوی دیگر معاون رئیس حماس در نوار غزه به نقل از شاهدان که به همراه اسماعیل هنیه در ایران بودند میگوید که ترور اسماعیل هنیه توسط موشک و با هدف مستقیم انجام شده است. در مورد حادثه برادر عزیزم، از شاهدانی که با برادر اسماعیل هنیه بوده اند، موشک وارد اتاق شد که برادر اسماعیل در آن بود و مستقیما مورد اصابت قرار گرفت و اکنون ما منتظر تحقیقات کامل از طرف های زیربط هستیم. از سوی هم معاون سیاسی ریاست الوزرا نیز از بهر شرکت در مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه از تهران به دوحه پایتخت قطر رفت. د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال محترم مولوي عبدالکبیر صاحب په مشرۍ لوړ رتبه پلاوی چې ایران ته په رسمي سفر و، نن له تهران څخه دوحې ته سفر وکړ تر څو سبا د جمعې په ورځ د فلسطین د اسلامي غورځنګ د شهید سوي مشر اسماعیل هنیه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. پیکر اسماعیل هنیه امروز از ایران به قطر منتقل می شود و قرار است روز جمعه در شهر دوحه مراسم خاکسپاری انجام شود.
از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست ایران نشست اضطراری برگزار کرد. در این نشست امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل اسرائیل را مسئول جان باختن اسماعیل هنیه دانست. او همچنان افزود که آمریکا در همدستی با اسرائیل در حمله بر اسماعیل هنیه نقش داشته و بی کمک و موافقت از سوی آمریکا این حمله صورت نمی گرفت. در همین حال شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در این نشست خواهان تشدید تلاش‌های دیپلماتیک از بهر جلوگیری از یک درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه شدند. شورای امنیت سازمان ملل به درخواست ایران نشستی را برگزار کرد. در این نشست، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل اسرائیل را مسئول جان باختن اسماعیل هنیه دانست. این اقدام تروریستی تنها نماینده دیگری از الگوهای دساله تروریسم و خرابکاری اسرائیل است که فلسطینی ها و سایر حامیان و هواداران آرمان فلسطین را در سراسر منطقه و فراتر از آن هدف قرار می دهد. چین، بریتانیا و ژاپن در این نشست ملل متحد خواهان تشکیل تلاش‌های دیپلماتیک از بهر جلوگیری از یک درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه شدند. کشورهای دارای نفوذ عمده باید فشار بیشتر وارد کنند و با قدرت بیشتر بر طرف‌های مربوط کار کنند و تلاش‌های زیاد با حسن نیت برای خاموش کردن شعله‌های جنگ در غزه را انجام دهند. مسیر صلح باید از طریق مذاکرات دیپلماتیک باشد. صلح طولانی مدت با بمب و گلوله تامین نخواهد شد. ما می ترسیم که منطقه در آستانه یک جنگ همه جانبه قرار گیرد. جامعه بین المللی باید تمام تلاش های دیپلماتیک خود را برای جلوگیری از این امر به کار گیرد. در سوی دیگر، امریکا هر گونه دخالت در حمله بر اسماعیل هنیه را رد کرده و از اعضای شورای امنیت خواست تا از نفوذ مستقیم بر ایران از بهر تشدید درگیری های نیابتی در برابر اسرائیل جلوگیری کند. وزارت اقتصاد میگوید که در سال جاری خورشیدی کار روی بیش از 1300 پروژه به ارزش 1,800,000,000 دلار جریان دارد. مسئولان این وزارت در برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله نهادهای اماراتی میافزایند این پروژه ها از سوی نهادهای غیر حکومتی در ولایت های گوناگون اجرا می شود. وزارت اقتصاد همچنان تاکید می ورزد که نهایی سازی استراتژی 5 ساله انکشاف ملی افغانستان از اولویت های مهم این وزارت در سال جاری است. وزارت اقتصاد می گوید که در سال جاری خورشیدی کار روی بیش از 1300 پروژه برزش 1,800,000,000 دلار جریان دارد. معین این وزارت در برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله نهادهای امارتی بارد گزارش نهادهای خارجی مبنی بر نامنی خصایی در افغانستان می گوید که در 3 سال پسین امارت اسلامی با راه اندازی پروژه های بزرگ اقتصادی توانسته است تا سطح نامنی خوراکی را در کشور کاهش دهد. مطالعات ما نشان می‌دهد که ناامنی غذایی در افغانستان کاهش پیدا کرده. هرچند برخی گزارش‌های از سوی رسانه‌های بین‌المللی هر از گاهی منتشر می‌شود که او قسمتش که درست ما را تایید می‌کنیم، ولی او قسمت‌هایی که مبالغه در صورت می‌گیرد و اغراق‌آمیز است ما او را رد کردیم. و خاطر که ما در ارتباط احصایه داریم، آمار داریم که وضعیت ناامنی غذایی الحمدلله نسبت به سالهای گذشته یک روند بهبود نشان می‌دهد. در این میان سخنگوی وزارت اقتصاد می‌گوید که در حال حاضر 2477 مؤسسه غیر حکومتی در افغانستان فعالیت دارند که از این میان 2199 آن داخلی و متباقیان خارجی است و در سال 1402 خورشیدی 159 مؤسسه داخلی و 14 مؤسسه خارجی از این وزارت جواز فعالیت دریافت کردند. او 288 بهرنی موسسی چې ټول ټال 2300 غیر اماراتی موسیدی فعالیت لري. در سوی دیگر رئیس انسجام نهادهای غیر دولتی با اشاره به متوقف شدن فعالیت برخی از نهادهای غیر دولتی در جریان 3 سال پسین میگوید که باید نهادهای کمک کننده با در نظر داشت پالیسی امارت اسلامی و رضایت مردم افغانستان فعالیت کرده و بر تطبیق پروژه های توسعه‌ای به هدف ایجاد زمینه های کاری در کشور تلاش کنند. سلور حق مهم شاندی که باید در مشتر طول پزند کراولی. پروژه باید د افغانی عناناتو موافق ډیزاین سي. همدغرنګه اقتصادي تحلیلونه د دې هم پکښه وکړي او هغه څه چې محصول نهایي ولري هغه باید د مظلوم ولس ته وړاندې سي.
بر بنیاد اطلاعات این وزارت در سال 1402 خورشیدی از سوی نهادهای کمک کننده در ولایت‌های گوناگون کشور حدود 2194 پروژه در بخش کمک‌های بشردوستانه و پروژه‌های توسعه‌ای عملی شده که برای بیش از 300 هزار نفر فرصت‌های کاری نیز ایجاد شده است. از سوی دیگر معین مسلکی وزارت اقتصاد میگوید که قدرت‌های خاص مانع بر رسمیت شناسی امارت اسلامی می‌شوند. عبداللطیف نظری می افزاید که عدم بررسمیت شناسی امارت اسلامی منجر به بروز اطلاعات نادرست درباره افغانستان شده. همزمان برخی از آگاهان سیاسی علت بررسمیت نشناختن حکومت سرپرست را تمکین نکردن امارت اسلامی به خواستهای جامعه جهانی می دانند. معین مسلکی وزارت اقتصاد در برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات اماراتی می گوید که بنابر اهداف سیاسی قدرت‌های خاص مانع بر رسمیت شناسی امارت اسلامی می شوند. به باور عبداللطیف نظری، عدم بر رسمیت شناسی امارت اسلامی منجر به بروز اطلاعات نادرست درباره افغانستان شده است. با اینکه ما صلاحیتی را داریم و شرایطی را داریم که باید بر رسمیت شناخته شویم، خب بر رسمیت شناخته نشدیم که با اهداف سیاسی قدرت‌های خاصی مانع ایروند میشه. پس شما میدونید وقتی که یک چیزی هنوز طبق منشور سازمان ملل متحد تثبیت نشده باشه، باز فعالیت‌ها هم محدود هست. معین مسلکی وزارت اقتصاد همچنان با اشاره به مسئله حقابه میان تهران و کابل می‌افزاید که امارت اسلامی طرفدار افزایش تنش با کشورهای همسایه نیست، اما مدیریت منابع ملی از اولویت‌های امارت اسلامی است. از بعد دیپلماسی یکی از نقطه‌های قوت برای ما باشه. البته امارت اسلامی و افغانستان هیچ وقت قصد تنش با هیچ همسایه خود نداشته، اما مدیریت منابع ملی حق ماست، دفاع از منافع ملی حق ماست و هیچ کس هم نباید در ارتباط اعتراض داشته باشد. همزمان با این، شماری از آگاهان مسائل سیاسی درباره بر رسمیت نشناختن حکومت سرپرست از سوی جامعه جهانی دیدگاه های گوناگون دارند. با شرایط جهان سازش کنم و اصلاحات را در ادارات بنابر تقاضای مردم افغانستان، مثلا بجای قانون اساسی، کابینه مشترک از اشخاص مستقی و دائمی و همچنان اجازه دادن به خانوما، به ادارات و گشایش مکاتب دخترها. این در حال است که نزدیک به 3 سال از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در کشور می گذرد، اما تا کنون هیچ کشور امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است. امارت اسلامی یافته های گزارش یونما درباره اوضاع بشری در افغانستان را رد کرده و آن را به حرمتی به قوانین اسلامی میپندارد. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید بر بنیاد قوانین اسلامی حقوق تمامی اتباع کشور محفوظ است و این گزارش یونما بدور از حقیقت است. پیش از این یونما در گزارش 3 ماهه‌اش از اوضاع بشری در افغانستان انتقاد کرد. پس از پخش گزارش 3 ماهه هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما درباره اوضاع حقوق بشری در افغانستان، اکنون امارت اسلامی گزارش یونما را به دور از حقیقت و عقدمندانه می خواند. معاون سخنگوی امارت اسلامی با اشاره به نافذ بودن قوانین شرعی در کشور می افزاید که بر بنیاد آن حقوق تمام اتباع در کشور محفوظ است. حمدالله فطرت گزارش اخیر یونما را به حرمتی به احکام شریعت اسلامی می خواند. د یونما د راپور په یو برخه کې د شرعي احکامو پلي کول د بشري حقوقو نقض بلل سوی، چې دا په ښکاره د اسلامي سپېڅلو احکامو بې احترامي ده او په دې سره د مسلمانانو احساسات جوبلیږي. پیش از این در گزارش یونما از عدم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد شده است. گزارش 6 صفحه‌ای هیئت معاونت سازمان ملل برای افغانستان از ماه اپریل، می و جون مسائل چون حقوق زنان و دختران، تلفات ملکی، عملیات پاکسازی کشت کوکنار در بدخشان، حوادث به وقوع پیوسته در امتداد خط فرضی، آزادی رسانه ها، مجازات بدنی و برخی موارد دیگر را در بر می گیرد. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی بر این باورند که یافته های گزارش یونما باید بر بنیاد واقعیت های کنونی افغانستان باشد. گزارش های سازمان ملل متحد درباره افغانستان باید روی حقایق جامعه افغانی استوار باشه، نه به خواهش گروه ها، افراد، اشخاص. هر وادی که تمام گزارش ها از بین مردم افغانستان
او به جهانیا رونما شود و مورد قبول مردم افغانستان و امارت اسلامی افغانستان می باشد. پیش از این نظام امارت اسلامی همواره گفته است که حقوق بانوان در کشور در چارچوب قوانین اسلامی بیشتر از پیش تامین شده است. هفت روز نخست ماه جاری میلادی برابر است با هفته جهانی شیر مادر. در آغاز این هفته نماینده ی سازمان جهانی بهداشت در افغانستان از بحر تغذیه درست کودکان از سوی مادران خواستار تلاش همگانی برای بهبود موقعیت و وضعیت زنان در خانه، محل کار و زندگی عمومی شد. برخی از پزشکان در کشور نیز تغذیه با شیر مادر را از بحر تغذیه مناسب و ایجاد معافیت کودکان در برابر امراض سودمند می دانند. اول تا هفتم ماه اگست با هفته جهانی شیر مادر برابر است. نازنین کودک 5 ماهه خود را از بهر درمان 2 شب پیش به شفاخانه آورده است. او دلیل بیمار شدن کودکش را عدم تغذیه درست از شیر مادر می داند. تخصیش در شیر مطمئن که یعنی 2 شب شده که در شفاخانه دسته است. نه غذای خوب نمی خوردم شیر نداشتم. تفلکم سوی تغذیه شد. پزشکان دادن شیر مادر در ساعت اول پس از تولد را برای کودکان سودمند می دانند. وقتی که طفل تولد می شود، مادر باید تا 1 ساعت بعد شیر خود برایشان باید بده. حال پرسش این است که تغذیه نکردن کودکان با شیر مادر چه تأثیر بر کودکان می گذارد. مقاومت پایین می آید، مقابل انتان مقاومت نداره، طفلی که از شیر مادر استفاده میکنه مادر نمیکنه، مادر از غذاهای دیگه استفاده میکنه، امکان داره که او غذا به طفل یعنی ضرور نباشه، طفل ایصال میکنه، شاید غذا را پاک تهیه نکنه، باعث ازی شوه که انتان به طفل انتقال کنه، باعث امراض مختلف شوه. در سوی دیگر نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان به مناسبت آغاز این هفته گفته که از بهر بهبود موقعیت و وضعیت زنان در خانه، محل کار و زندگی عمومی باید همه با هم تلاش کنند. ادامه خبرها پس از وقفه. باید می خبرده خوش آمدید. با گرم شدن هوا در پایتخت بازار برخی از آیسکریم فروشان و شیریخ فروشان رونق یافته است. همزمان با این شمار از باشندگان پایتخت می گویند که آنان در فصل تابستان با دوستان و خانواده هایشان بیشتر از شیریخ استفاده می کنند. محمد داور جوان 26 ساله ای است که بیش از 12 سال می شود در گوشه ای از پایتخت سرگرم فروش آیسکریم است. او میگوید با فرا رسیدن فصل تابستان میزان فروشات آیس کریم بیشتر می شود. میزان فروشات ما بسیار خوب است. نسبت به زمستان یا کلاه بسیار زیاد خوبتر است. دیگه علاقه مندی مردم زیاد است چون هوا گرم می باشه مردم زیادتر میان از طرف شب فامیلا زیادتر میان. همزمان با فرا رسیدن روزهای گرم تابستان شماری از آیس کریم فروشان در پایتخت نیز از گرم شدن بازار فروشاتشان سخن می زنند. آنان میگویند که کاروبارشان در این روزها بیشتر رونق گرفته است. طرفای 4-5 بجه تایم رخصتی که می باشه دیگه الحمدلله بیربار می باشه تا 12 بجه شوه. در این ظرف 6 ماه فروشات ما زیادتر می باشه. بعد از او گواهی کم اگر سرد میشه کمتر میشه. در سوی دیگر شماره از باشندگانی که از بهر خوردن آیس کریم به اینجا آمده اند میگویند که آنان علاقمندی زیادی برای خوردن آیس کریم دارند. و دوست دارند با فامیل و دوستان در اوقات فراغت با آیس کریم خانه های شهر بروند. در زمستان و تابستانی رو باید بخورد. یک نقص ندارد. یک شیر یک از حال نامش آیس کریم بود. هوا گرم است ما میم آیس کریم همراه دوستا همراه فامیل گاهی وقت میم. این در حالی است که همه ساله با فرا رسیدن روزهای گرم تابستان مردم بیشتر با آیس کریم فروشی ها مراجعه می کنند. بیان برنامه کوتاه. دوباره خوش آمدید. کارخانه تولیدی نساجی در کندهار پس از 18 سال دوباره فعال شده است. مسئولان میگویند که ماشین های این کارخانه را در مدت 6 ماه به هزینه 60 میلیون افغانی ترمیم کردند. با آغاز فعالیت دوباره این کارخانه برای نزدیک به 14,000 تن زمینی کار نیز فراهم خواهد شد.
چرخ‌های این کارخانه بزرگ تولید نساجی و پشم در کندهار پس از 18 سال دوباره به حرکت آمده است. محمد 69 ساله به مدت 47 سال در کارخانه تولیدی نساجی کندهار کار کرده، او از فعالیت دوباره این کارخانه خرسند است و آن را گام مهم در راستای رشد اقتصاد کشور می داند. تقریبا 40 کاله کیږي چې ولاړ و، اوس بیا فعالیت کوي، اوس په فعالیت باندې شروع کړی دی. از مشتس د وطن تولید دی، مخکې چې موږ د نورو ملکو یا د نورو دغه څه تولیدات کول، هغه اوس مشتس په خپل وطن کې کولای شو. کارخانه تولید نساجی و پشم کندهار 3000 ماشین پیشرفته دارد که به همکاری انجینیران افغان پس از نزدیک به 2 دهه به هزینه 60 میلیون افغانی در مدت 6 ماه دوباره ترمیم شده است. میتونیم که خود ما خودکفا شویم، خود ما بتونیم فابریکه خود چالان کنیم. یه وقت اقل امدلت دشپش میشکیر پاکستانی نخته و دکار دست بند پاتو. میاش کی جراغلم د فابریکه می امشالله 500 نفر ته رسول د چیکار کی. با آغاز فعالیت دوباره کارخانه تولیدی نساجی کندهار برای حدود 14000 تن زمینه کار فراهم خواهد شد. مسئولان این کارخانه تولیدی می گویند که همکنون افزون بر ارگانهای امنیتی با وزارت صحت عامه نیز قراردادهای ساخت یونیفرم دارد و سالانه به گونه میانگین ظرفیت تولید 40 میلیون متر تکه و پروسس 1000 تن پشم را دارد. زموږ تولیدات چې په اول قدم کې د خپل امارت دپاره دی، د امارتي ارګانو دپاره لکه دفاع وزارت، داخله وزارت او استخبارات وزارت او دارکن سیاتي عامه موږ 100% اطمینان وکړو، چون چې زموږ تولیدات ټوله د وطني پنبې څخه دي. کارخانه نساجی و پشم کندهار در سال 1356 هجری خورشیدی از سوی دو کمپانی روسی و جرمنی ساخته شد. این کارخانه که دارای دو بخش است به دستور رهبر امارت اسلامی دوباره فعال شده که افزون بر تولید تکه در بخش های تولید تار قالین، کمپل، شال و انواع گوناگون تکه ها فعالیت می کند و تولیدات این کارخانه نیز از کیفیت ویژه‌ای برخوردار است. ادامه خبرها از تولونیوس. مسئولان محلی جوچون از فعال شدن دوباره بندر بازرگانی کلفت که افغانستان را با ترکمنستان وصل می سازد در آینده نزدیک خبر می دهند. به گفته آنان با فعال شدن دوباره این بندر سهولت های زیاد در بخش صادرات و واردات کالاهای بازرگانی به میان خواهد آمد. باشندگان ولسوالی قرقین ولایت جوچون نیز این اقدام حکومت سرپرست را می ستایند و آن را در ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان و رشد اقتصادی کشور مهم می دانند. بندر بازرگانی کلفت که در 20 کیلومتری ولسوالی قرقین جوزجان موقعیت دارد، یکی از بنادر مهم و تاریخی شمال افغانستان است. این بندر که افغانستان را با ترکمنستان وصل می سازد، از موقعیت ویژه جغرافیایی برخوردار است و در گذشته همواره در بخش صادرات و واردات کالاهای بازرگانی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی از این بندر استفاده می شد. پس از 3 سال مسدود ماندن، اکنون مسئولان ریاست صنعت و تجارت جوزجان می گویند که طرح تشکیلاتی و بودجه‌ای این بندر به وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی فرستاده شده و به زودی دوباره برای صادرات و واردات بازگشایی خواهد شد. سوالی که دارای بندر کلیفت است، از سرک قیر و از هم برشنا اینا مستفید میشه و هم مردمی هم سی ولسوالی اونجا مصروف کار میشن. باشندگان جوزجان این اقدام حکومت سرپرست را می ستایند و فعالیت دوباره بندر کلفت را در رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی و توسعه و پیشرفت ولسوالی های قرقین، خماب و منگجی که این ولایت مهم می دانند. می خواهیم که بندر کلفت جور کنه، هیره واز کنه، ترکمنستان و ازبکستان از اینجا صادرات و واردات کنه. انشاءالله یک صرف قرقینم نیست، تمام افغانستان پایده داره دی. $100 ماش به ترکیه و ایران میرن، در راه ایران و ترکیه جان خود را دست میتن. اینا باز محتاج نمی باشن، یعنی نیاز نداریم که به کشورهای بیگانه بریم، در امی بندر کلفت ما کار خود را اجرا کنیم. کشور خود ما بهتر از اینکه ما ایران رفتیم، ترکیه رفتیم، چون اینجا بهتره کشور خودی آدم. بندر کلفت پس از بندر تورغندی در هرات و اقینه در فاریاب 3مین بندر بزرگ مرزی میان افغانستان و ترکمنستان است.
بر بنیاد معلومات مسئولان ریاست صنعت و تجارت جوزجان، با فعال شدن دوباره این بندر در واردات هر تن کالاهای بازرگانی نسبت به بنادر حیرتان واقعینه $90 کاهش به میان خواهد آمد. گردشگران در بامیان خواستار فراهم شدن امکانات، سهولت‌ها و بازسازی جاده‌ها در مکان‌های گردشگری این ولایت هستند. اما رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت از تلاش‌ها به هدف بازسازی جاده‌ها و فراهم شدن سهولت‌ها برای گردشگری سخن می‌زند. اینجا بابردره است، یکی از مکان‌های گردشگری که در حدود 5 کیلومتری شمال شرق مرکز ولسوالی کاولنگ نمبر 1 موقعیت دارد. این دره یکی از مکان‌های مهم گردشگری به شمار می‌رود. در دو طرف آن کوه‌های بلند و دره‌های سرسبز با آبشارهای کوچک و بزرگ قرار دارد. در دو سال پسین این دره به یکی از مکان‌های گرم گردشگری مبدل شده و روزانه صدها تن برای تفریح و سرگرمی به اینجا می‌آیند. جای خوب است، کل جای سرسبز، آب پاک، خوب هوای طبیعت زیباست. امروز آمدیم همراه فامیل دره زیبای بابر، واقعا جای زیبا و دیدنی هسته. گوشه گوشه از وطن ما جای زیبا و دیدنی هسته و بیشتر آدم را شیفته خود میکنه. اما برخی از گردشگران و باشندگان بامیان نبود امکانات و سهولت ها برای گردشگران را از چالش های صد راه رونق صنعت گردشگری می دانند و از مسئولان حکومت می خواهند که در این باره توجه بیشتر کنند. گروه بهتر اگه باشه خیلی خوبتره، که بتونیم راحت‌تر بریم، مثلا کفلاست و شکاست و زناست، خیلی طرف بالا رفته نمیتونن. سال ما شاهدی هستیم که هر کشوری افغانستان، هر خارجی، هر گردشگری که من بسیار به حاضران از این کشور دیدن میکنم میره و ما قدشان که دیدین هم کردیم بسیار خوش هستن. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان نیز نبود امکانات برای گردشگران در این دره را میپذیرد، اما از تلاش ها به هدف فراهم سازی سهولت ها و ساخت و ساز جاده در این منطقه اطمینان میدهد. حتی که او چه په دغه سیمو ته سرکونه هم پاخه شي چې د عواید لپاره د موږ لپاره یو ډیر لوی سرچینه ګرځي. بامیان یکی از ولایت‌های مرکزی کشور است که همه ساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است که این گردشگران از گوشه و کنار افغانستان و جهان به دیدن مکان‌های طبیعی و تاریخی این ولایت می‌آیند. شماری از باشندگان بلخ از موجودیت موادهای غذایی بی‌کیفیت و فاسد شده به ویژه آرد فاسد شده نگرانی می‌کنند. آنان از مسئولان می‌خواهند تا در برابر کسانی که مواد خوراکی بی‌کیفیت و فاسد شده را به فروش می‌رسانند به گونه جدی برخورد کنند. مسئولان اداره ملی دوا و غذای بلخ با آنکه از مبارزه جدی در برابر این افراد اطمینان می‌دهند، می‌افزایند که در یک ماه پسین 300 تن آرد فاسد شده را گردآوری کردند. در پی افزایش نگرانی از فروش مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت در بخشای گوناگون کشور، به تازگی باشندگان ولایت بلخ نیز از فروش آرد بیکیفیت و فاسد شده در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند که با دشواری های زیاد پول یک بوری آرد را پیدا می کنند، اما دکانداران آرد فاسد شده را بالای آنان به فروش می رسانند. باشندگان بلخ از مسئولان در حکومت سرپرست خواهان مبارزه جدی در برابر فروشندگان مواد خوراکی بیکیفیت و فاسد شده هستند. مردم غریبی ما که دمیال با یک جبهه اقتصادی و اسلام دوچار هستند، دست و پنجه نرم میکنند، نان خوردن ندارند و غذایی که میخوان بیکیفیت باشه، حتی مسیحتی از یخو سالم باشه. ما طبقه غریب که یک پول ناچیز را پیدا میکنیم و بیاییم یک بوجه آرد میخونیم و آردم بالاخره برای قابل استفاده نباشه تا که ما را چند کنیم. آردی است که مته داره، آردی است کونه است که اصلا خانه میبری نه نان میته و نه بولانی و نه آشک. در همین حال مسئولان اداره ملی دوا و غذا در بلخ از گرد آوری 300 تن آرد فاسد شده از دیپوهای بازرگانان در یک ماه گذشته خبر میدهد. به گفته آنان از میان این 300 تن آرد بیش از 30 تن آن حتی قابل استفاده برای حیوانات نبوده و از همین رو برای تغذیه ماهی ها به دریای آمو انداخته و متبقی آن را به ریاست زراعت و آبیاری بلخ تسلیم داده تا برای دامداران توزیع کنند. ما در حدود 300 تن آرد های فاسد شده و غیر قابل استفاده برای انسان ها را ما جمع آوری کردیم
که از این جمله نظر به هیئتی که ما تعیین شده بود، نظر هیئتی بود که 270 تونی قابل استفاده برای حیوانات است و 30 تونی قابل استفاده برای حیوانات نیست. بنابراین آردهایی که نهایتاً اینا فاسد شده است، اما رنگ و خواص خود کامل اینا تغییر داده و این را باید در دریا انداخته شد. رئیس اداره ملی دوا و غذا در بلخ از بازرگانان می خواهد تا مواد غذایی و دوای با کیفیت را وارد کشور کنند و در صورت وارد کردن مواد بی کیفیت و تاریخ گذشته با آنان برخورد قانونی خواهند کرد. جمعیت هلال احمر افغانی برای 250 کودک بی سرپرست در ولایت پکتیا زمینه آموزش رایگان را فراهم کرده است. شماری از کودکان بی سرپرست از این که برایشان زمینه آموزش فراهم شده خرسندند. آنان از مسئولان میخواهند تا در مناطق دوردست این ولایت نیز برای کودکان بی سرپرست زمینه آموزش رایگان را فراهم سازند. این مرکز آموزشی جمعیت هلال احمر افغانی در ولایت پکتیا است. در این مرکز آموزشی برای 250 کودک بی سرپرست به گونه رایگان در بخش های ریاضی، کامپیوتر، انگلیسی، املا و انشا زمینه آموزش فراهم شده است. شمار از کودکان بی سرپرست که در این مرکز آموزشی سرگرم آموزشند با ابراز خرسندی از مسئولان میخواهند تا افزون بر مناطق مرکزی در ولسوالی های دوردست این ولایت نیز برای کودکان بی سرپرست و نیازمند زمینه آموزش رایگان را فراهم سازند. ډیر کسان به واز لانی نسی کولی کورسونو فیس را ورکړي او ډیر خې چې په هر ولایت کې هر ولسوالی کې داسې اوځي او دا ډیر غټ کومک دی. زموږ په کلی کې ډیر داسې ماشومان شته چې درس نه وای، وضعیت خراب ده او موږ غواړو چې د هغوی لپاره داسې ډیر نور کورسونه هم جوړ سي. آموزگاران نیز به گونه رایگان و رضاکار در این مرکز آموزشی تدریس می کنند. مسئولان جمعیت هلال احمر افغانی در پکتیا می گویند که تلاش ها از بهر فراهمسازی زمینه آموزش رایگان برای دیگر کودکان بی سرپرست نیز ادامه دارد. سیستم را دیر رسی مویدی بودی پر زمینه برای برکردی در خستازان و مرتل رو او دلیل مدقه جایی که بکرای ارتنی ولی و تاکنون دیر دبکی نو هر سو کولی سی سیخبال ماشوم در نزده خوانیز مرکز تو بر بنیاد معلومات مسئولان جمعیت هلال احمر افغانی در پکتیا در هر دوره آموزشی این مرکز برای کودکان به مدت 6 ماه آموزش داده می شود و پس از آن کودکان تازه جذب می شوند. مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه بامیان از کاهش 50% کشت مواد مخدر در این ولایت خبر می دهد. به گفته این اداره در 4 ماه نخست سال روان خورشیدی بیش از 130 جرب زمین کشت مواد مخدر را در ولسوالی های این ولایت تخریب کرده و 15 تن نیز در پیوند به فروش و قاچاق مواد مخدر نیز بازداشت شدند. در 4 ماه نخست سال روان خورشیدی بیش از 130 جریب زمین کشت مواد مخدر از سوی مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنی بامیان در ولسوالی های این ولایت تخریب شده است. به گفته مسئولان این اداره کشت مواد مخدر در سال روان در این ولایت 50% کاهش یافته است. ټول ولایت تاریخ تقریبا چې مرچ پکړی دی 130 جریب زمکه مرچ پکړی ده. خو الحمدلله د تیر کال په پرتله باندې کشتونه نیم هم نده سوی. از سوی هم سخنگوی فرماندهی امنی بامیان از بازداشت 15 تن در پیوند به 11 مورد فروش و قاچاق مواد مخدر در این ولایت نیز سخن میزند. از آغاز سال 1403 الی اکنون 11 قضیه خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به ثبت رسیده که در پیوند به 11 قضیه خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به تعداد 15 تن بازداشت شد. په بعضی ځای کې پاتې ان شاء الله پرغه باندې کاروان دی کوشش کو سی غم ختم کو ان شاء الله لوش پات دی ان شاء الله ختم سوی دی. مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر بامیان میگویند که تاکنون بیشتر ساحات این ولایت از وجود کشت کوکنار پاکسازی شده است. مقام های محلی جوزجان از فراغت 380 تن از آموزش زبان انگلیسی، حرفه های قالین بافی و هنر حکاکی خبر می دهند. از سوی هم شماری از جوانان راه اندازی این گونه برنامه ها را در رشد استعدادهایشان مهم دانسته و بر ادامه آن تاکید می برزند. بیش از 380 دانش آموز و حرفه آموز در جوزجان از یک دوره آموزشی نماهه که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ و ریاست صنعت و تجارت و پشتیبانی مالی یک نهاد کمک کننده به گونه رایگان را اندازی شده بود، سنت های فراغت به دست آوردند. مقام های محلی جوزجان در این مراسم از جوانان که به تازگی در بخش های انگلیسی، قالین بافی،
گلیم بافی و هنر حکاکی آموزش دیدند، میخواهند تا به فعالیت‌هایشان در پیشرفت و آبادی کشور ادامه دهند. کوشش بکنه و دیگر نوجوانا هم ترغیب بدین که بیاین در طرف کمال، بیاین در طرف علم، بیاین در طرف صناعت، اونا که رهایت بکنن، طرف تجارت بروان، طرف علم بروان. در امارت اسلامی مسئولین طول و دیکارو تا متوجه دی چه در هر زوان در پاره یو پا مختلف بخشو که سهولتو نور تا برابر که لکه چنگ چه نن مرتاز کم برنامه در لو دل پدی که دیر مختلف بهترین سهولتون در رایگان شکل باندی در زوانان دفار برابر سیر وقت. که امروز ما شاید 150 نفر شاگرد از بخش قالین بافی، گلن بافی، کروشنل بافی و حکاکی می باشیم. از سوی هم شماری از جوانان که از بخشای زبان انگلیسی و هنر حکاکی فارغ شدند، خواهان را اندازی این گونه برنامه های آموزشی در آینده نیز هستند. این جوانان از مسئولان در حکومت سرپرست می خواهند تا برای جوانان دانش آموخته زمینه های کاری را نیز فراهم سازند. جمهوریت اسلامی خواهانی هستیم که بر ما فرصت های بیشتری فراهم کند تا ما انگلیسی یا بعض زبان های دیگر هستند یا موفقیت های زیادی و دست پیدا کنیم و به خاطر آبادی وطن خود کوشش نماییم. تقاضا داریم که یک مارکت خوب برای ما یا یک بازار خوب ایجاد شود که ما بتوانیم هم چیزهایی که می سازیم اونها را به وجود به فروش برسانیم. مدت 9 ماه می شود در این بخش ما آموزش دیدیم و این بخش دارای بخش مختلفی است که از جمله خط‌اندازی روی چوب، رسامی روی چوب، کندنکاری روی چوب، شبکه‌کاری روی چوب و همچنان خراطی. بر بنیاد معلومات مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان، پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، این ششمین دور فراغت دانش آموزان از بخش‌های گوناگون در این ولایت است. وزارت تجارت پاکستان در خبرنامه گفته است که پس از تاریخ اول آگوست سال جاری میلادی هیچ وسیله نقلیه افغانستان نمیتواند به داشتن مجوز موقت وارد پاکستان شود. بر بنیاد این خبرنامه موتورهای حامل کالاهای ترانزیتی از این دستور جدید مستثنا هستند. با این حال وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان با تایید این خبرنامه میگوید که تلاش دارند تا 15 روز دیگر این روند را تمدید کنند. وزارت تجارت پاکستان در خبرنامه گفته است که پس از تاریخ اول آگوست ماه جاری میلادی هیچ وسیله نقلیه افغانستان نمیتواند بدون داشتن مجوز موقت وارد پاکستان شود. بر بنیاد این خبرنامه موتورهای حامل کالاهای ترانزیتی از این دستور جدید مستثنا هستند. همزمان با پخش این خبرنامه برخی از بازرگانان صادرکننده با نگرانی از متوقف شدن کالاهای صادراتشان در گذرگاه‌های این کشور خواهان تمدید تاریخ این روند از سوی مسئولان دو طرف هستند. فعلا مشکل اصلی ما در اخذ جواز سند موقت است که موتوروانای ما در مدت 20 روز یا 30 روز جواز اخذ میکنند که فعلا موسم میوه‌جات سبزیجات ما نیاز داریم به موتورهای بیشتر. یعنی فعلا که من روش مصاحبه میکنم بیشتر از 100 الی 200 موتور ما صادرات داریم روزانه. باید برای ما موتورهایی که فعلا موجود است بیش سند موقت بیشتر از 1000 موتور نیست. روزانه 200 موتور باریگی دا خو ټول پاسپورت او ویزا نه لري نو باید دا زر ته زر د امارات اسلامي دایمن مشکل حل کا کنه من خلک به ډیر له مشکل سره مخ. اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان با تاکید بر ایجاد سهولت‌های بیشتر برای بازرگانان افغانستان در تجارت با پاکستان می‌گوید که از زمان آغاز روند توزیع جواز ورود موقت میان افغانستان و پاکستان 1400 راننده افغان و 1000 راننده پاکستانی این جواز را دریافت کردند. ارقامی که به اتاق تجارت مشترک رسیدن تا حال 1400 معتاد افغانی فرم انتقالاتی ترید گرفته و با حضور 1000 موتر پاکستانی هم در پاکستان کنسولگری ما برشان سند ترید داده. در این میان وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان با تایید این خبرنامه میگوید که با مقامهای پاکستان گفتگو کردند که تا 15 روز دیگر این روند را تمدید کنند. نن ورځ د اگست میاش لومړی نیټه ده چې د پاکستان دخوا نورو هغو موټرو یا افغاني موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دغه سند نه لري نو دوی لپاره کافی اندازه وخت ورکړل شوی. خو بیا هم د ځینو ترانسپورټي شرکتونو په غوښتنه موږ پرون د پاکستاني لوري سره خبرې کړي دي چې تر څو 15 ورځې وخت نور هم ورکړل شي تر څو هغه موټر چې دا سندونه نه لري سندونه واخلي.
این در حالی است که پیش از این نیز حکومت پاکستان در توافق با مقامهای امارت اسلامی تا 15 ماه جولای سال روان میلادی برانندگان افغان دستور تخلیه بارهای منتقل شده به این کشور را داده بود. بر اساس این سند رانندگان افغان پس از 15 ماه جولای سال روان میلادی بدون سند ورود موقت از راه چمن به این کشور عبور کرده نمی توانستند. کارخانه تولیدی نساجی در کندهار پس از 18 سال دوباره فعال شده است. مسئولان میگویند که ماشین های این کارخانه را در مدت 6 ماه به هزینه 60 میلیون افغانی ترمیم کردند. با آغاز فعالیت دوباره این کارخانه برای نزدیک به 14 هزار تن زمین کار نیز فراهم خواهد شد. چرخ‌های این کارخانه بزرگ تولید نساجی و پشم در کندهار پس از 18 سال دوباره به حرکت آمده است. محمد 69 ساله به مدت 47 سال در کارخانه تولیدی نساجی کندهار کار کرده. او از فعالیت دوباره این کارخانه خرسند است و آن را گام مهم در راستای رشد اقتصاد کشور می داند. تقریباً 18 سال کیلی چه ولاره و وز بیا پاجت کی په وس په پاجت باندې شروع کړی دی. از مشتس دا وطن تولید دی. مخکې چې موږ د نورو ملکو یا د نورو دغه څه تولیدات کول، هغه وس مشتس په خپل وطن کې کولای شو. کارخانه تولید نساجی و پشم کندهار 3000 ماشین پیشرفته دارد که به همکاری انجینران افغان پس از نزدیک به 2 دهه به هزینه 60 میلیون افغانی در مدت 6 ماه دوباره ترمیم شده است. میتونیم که خود ما خودکفا شویم، خود ما بتانیم فابریکه خود و چالان کنیم. یه وقت رقل هم دلتا دشپش میاشی که پاکستانی نخته و در کار دست بند پاته و میاشی که رقل هم در فابریکه می امشالله سلپینزوس نفور در رسوالی در چکار کهی. با آغاز فعالیت دوباره کارخانه تولیدی نساجی کندهار برای حدود 14 هزار تن زمینه کار فراهم خواهد شد. مسئولان این کارخانه تولیدی میگویند که همکنون افزون بر ارگانهای امنیتی با وزارت صحت‌آمنی قراردادهای ساخت یونیفرم دارد و سالانه به گونه میانگین ظرفیت تولید 40 میلیون متر تکه و پروسس 1000 تن پشم را دارد. زموږ تولیدات چې دی په اول قدم کې دا خپل امارت د پاره دي، د امارتي ارګانو د پاره لکه دفاع وزارت، داخله وزارت او استخبارات وزارت او دارکن سیاتي عامه موږ سل په صد اطمینان وکړو، چون چې زموږ تولیدات ټوله د وطني پنبې څخه دي. کارخانه نساجی و پشم کندهار در سال 1356 هجری خورشیدی از سوی دو کمپانی روسی و جرمنی ساخته شد. این کارخانه که دارای دو بخش است به دستور رهبر امارت اسلامی دوباره فعال شده که افزون بر تولید تکه در بخش های تولید تار قالین، کمپل، شال و انواع گوناگون تکه ها فعالیت می کند و تولیدات این کارخانه نیز از کیفیت ویژه‌ای برخوردار است. و همینجا میرسیم به پایان خبر دست. همراهیتون سپاسگزارم. تا بعد، باقی شب روزتون بخیر. خدا نگهدار.